کنم. آقای دکتر فکر کنید که بعضی در ایران، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، درست فکر میکنم و تحلیل میکنم بعضی در درون رژیم جمهوری اسلامی ایران که آمریکا و دولت آقای اوباما به ویژه دست به حمله نخواهد زد، بر همین مبنا سیاستشون رو در واقع تنظیم کردن، استراتژی یا تاکتیکشون رو به گفته شما؟ من حدس میزنم که رژیم بعد از چند ماه که از حمله ایران آمریکا به عراق گذشت و آمریکا در اونجا درگیر شد، به این نتیجه رسید که آمریکا گزینه نظامی جدی نداره. کما اینکه در اوائل دو سه هفته بعد از آمدن آمریکا به عراق، وقتی که هنوز شلوغی هاش آغاز نشده بود، میبینیم که رژیم تمام شواهد نشون میده که خیلی هم حاضر به مذاکره بود، خیلی هم حاضر به امتیاز دادن بود. دستور آقای خامنه ای به آقای روحانی این بود که برو و غربی ها رو به نوعی راضی بکن. وقتی که متوجه شدن آمریکا در اونجا گرفتاره، اینها اون وقت دوباره تاکتیکشون عوض کردن. به جای پذیرفتن پروتکل الحاقی، اون رو دوباره نقض کردن و شروع کردن به کارهای دوباره حتی در سطح وسیع تری محرمانه انجام دادن. و دقیقا اینجاست که سازمان بین المللی، هم انرژی اتمی و هم سازمان ملل، با ایران مسئله پیدا کردن. من فکر میکنم یه مقداریم از این هرج و مرجی که آقای نفیذی بهش اشاره میکنن هرج و مرج تصنعی است. شریعت مداری از کیهان یه بار در یکی از مقالاتش نوشته بود که ما با چند زبان مختلف صحبت میکنیم برای اینکه دشمن رو گیج کنیم. یه مقداری بدون شک در رژیم شکاف‌های عظیمی هست، ولی در سیاست اتمی این شکاف‌ها معمولاً منعکس نمیشه. اون شکاف ها در سیاست داخلی منعکس میشه، ولی از این هرج و مرج استفاده تاکتیکی دوباره اینها خیلی فراوان کردن. آقای نفیسی، چقدر مهمه که رئیس جمهور آمریکا با توجه به وعده هایی که داده مسئله هستی ایران رو بدون گزینه نظامی مدیریت بکنه؟ اون چیزی که در درون جمهوری اسلامی به نظر میرسه که بسیار به این نتیجه رسیدن، بر این مبنا دارن استراتژیشون رو تنظیم کردن. دولت ایالات متحده و اروپا و تمام دنیا در واقع دیگه خواستار جنگ سومی به خصوص در کشور مسلمانی نیست. این واقعیت است. این دولت ایران هم میدونه، همه دیگر هم میدونن. ولی این که دولت اسرائیل چه واکنشی نشون میده برای هیچ که روشن نیست، به خاطر این که دولت اسرائیل اگر که واقعا، من این صحبت رو هفته پیش هم کردم، که اینا اگر واقعا تحلیلشون بر این است که مسئله ایران مسئله حیاتی است برای اینها، اگه ایران مسلح بشه به بمب اتمی، حیات اینها به عنوان یک کشور در خطره. عکس العمل اسرائیل برایش که مشخص نیست چیه. ایالات متحده به خصوص تحت رهبری دموکرات آقای اوباما علاقه به یک جنگ سومی نداره، هیچ خواستاری که این جنگ عراق رو که پایان امسال نیروان میکشه بیرون، بقیه نیروان هم تا سال 2004-2005 میکشه بیرون. بنابراین این دولت جنگ طلب، دولت جورج بوش به شکل مشخص نیست، ولی مسئله اسرائیل برای هیچ که روشن نیست. و به نظر من به همین دلیل هم هست که این همه زحمت کشیده میشه که کار به اونجا، به اون مرحله خواست نرسه. یک عرضی هم بکنم در جواب فرمایش جناب دکتر میلانی، من واقعا روی این فکر میکنم که گاهی این هرج و مرجی هم که در سیاست ایرانه، این بازیست و یه مقداری مسائلیست که اینها میخوان غرب رو گیج بکنن. ولی در مورد مذاکره ژنو واقعا من نمیدونم که چه نتیجه‌ای حاصل ایران میشد، یعنی چه امتیاز اینا گرفتن که اول بیان اینجا و قبول کنن که مواد تقلیص شده رو منتقل کنن به خارج، بعد یک دفعه بگن ناقه نمی کنیم. این که به جز آبروریزی برای مملکت، حتی برای خودشون، برای خود این رژیم اسلامی نداره. این است که یک کمی با فرمایش جناب اینجا اختلاف دارم. منده آقای میلانی، شنیدی صحبت آقای نفیسی رو، پاسخ شما رو میشنویم، ولی یک نکته رو میخوام بهش در واقع تأکید بکنیم و انگوش بگذاریم. این که اگر این پرونده هسته‌ای پرونده ملی هست، چطوره که آیت الله خامنه‌ای قاعدتاً بعد سیاست رو تعیین بکنه و این اختلافات ناشی از چیه؟ اگر این سیاست کلی و ملی و تعیین شده است از سوی رهبر جمهوری اسلام، علت این اختلافات چیست؟
ببینید اولا در مورد اون کنفرانس ژنوی که آقای دکتر نفیسی بهش اشاره کردند، یعنی جایی که آقای جلیلی رفت و گفت ما اورانیوم رو میفرستیم، در اونجا به نظر من کاملا حرف ایشون درسته. اینها موضعشون رو عوض کردن، آشکارا عوض کردن، به طور واقعا خجالت آوری دروغ گفتن، دروغ رسمی گفتن در جلسه ای که با حضور سفیر نماینده آمریکا، سفیر آمریکا، سفیر روسیه، سفیر چین بوده، خیلی مشخص و غیر به طور غیر قابل اشتباهی آقای جلیلی این رو پذیرفتن. بعد آقای خامنه ای قضیه رو وتو کردن، همونطوری که در خیلی از موارد دیگه میبینیم که سرسختانه ترین مواضع رو و مواضعی که معمولا ایران رو به بنبست کشونده همه از طرف آقای خامنه ای گرفته شده. و درسته که این سیاست ملی است، ولی اگر سیاست ملی است، مسئله اتم ایران اگر مسئله ملی است، به گمان من اتفاقا نباید فقط آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره. این باید به بحث جدی در سطح مملکت گذاشته بشه، اجازه داده بشه که متخصصین در این مورد نظر بدن، اقتصاددان ها در این مورد نظر بدن، مجلس در این مورد نظر بده، دولت نظر بده، شورای تعیین مصلحت نظر بده. اگر مسئله ملی است، اگر مسئله ملی در یک دولت حتی شبه دموکراتیک هم باشه، بازم یک نفر در پشت درهای بسته با سه چه مشاوری که معلوم نیست چه دانشی در مورد مسائل بین المللی دارن تصمیم بگیره، که کار به همین جایی میکشه که امروز کشیده. آقای نفیسی، نظر شما رو میشنویم. بس بسیار مهمه که آیت الله خامنه ای اگر سیاست کلی رو در این زمینه به ویژه تعیین میکنه، جریان این اختلافات و این در واقع شل کن سف کن ها، چه میدونید موقعی که اینا برگشتن بسیاری از اصولگراها در ایران به آقای جلیلی و آقای احمدنژاد انتقاد میکردن که شما شل دادین در مورد همون توافقی که شما صحبت میکنه. یک سیستم عجیبی در ایران وجود داره که همه حدس و گمان ها درباره این سیستم که این چجوری عمل میکنه. و جناب دکتر میلانی هم درست گفتن که در واقع این هرج و مرج گاهن به معنای گیج کردن جهانه، ولی در واقع ساخت قانون اساسی ایران این هرج و مرج رو در واقع ایجاد میکنه، به خاطر اینکه تصمیم گیری ها، سیستم های قانونگذاری، منابع تصمیم گیری، همه اینها به طرز عجیبی غیر منطقی و در حالت که اینها میتونن این کارهایی که الان انجام میشه در واقع انجام بدن. و در این میان آقای خامنه ای که خب یک طبع بسیار مستبدی داره، از این فرصت استفاده کرده و تمام قدرت رو در دست گرفته، که آخرش دیدیم که حتی تصمیم شورای مصلحت هم ایشون وتو کرد، دستور که این کار نباید انجام میشد. بنابراین ما حرکتی که در ایران میبینیم و جناب دکتر هم کاملا درست فرمودن این است که قدرت داره به طرف یک فرد میره و حتی در یک کشور نیمه دکتاتوری نیمه دموکراسی هم باعث چهار تا دیگه آدم باشن که یه مقدار نظر بدن. ما فقط نظیر سیستم فعلی ایران رو در کشورهای مثل سوریه، مثل کره شمالی، تا حدی صدام حسین، اینجور چیزها دیدیم و نهایت اینها هم معمولا خوب نبوده. معمولا بازدهی که برای کشورها داشته بازده های بسیار خطرناکی بوده، به خاطر که شخص تصمیم گیرنده که خب به خصوص یه شخص مثل آقای خامنه‌ای که نه تحصیل اون چنانی کرده، نه در خارج زندگی کرده، نه واقعا آشنایی داره به مسائل، ایشون مثلا وقتی که میدونن قادر مطلق میشه واقعا برای کشور ایجاد خطر میکنه. من کاملا در زمینه با جناب دکتر میلانی موافقم و یک مقدار زیادی کاری که در ایران الان داره انجام میشه منو بیاد آخر دوره شاه میندازه، که وقتی که دکتر اقبال و علم اینها یکی فوت کرد و یکم در واقع مریض بود و از صحنه تصمیم گیری خارج بود و شاه شد تصمیم گیرنده مطلق و این دقیقا به ضرر خودش شد و دیدیم که حتی سیستم رو زیر رو کرد. خب ببینیم در ایران به این مذاکرات چگونه نگاه میشه. همکارم کوروش صحتی در گفتگوی با دکتر هرمیداس باوند، کارشناس روابط بین‌الملل، نظر او رو در این باره جویا شده.
برای نیل به یک فرایند قابل قبولی ضرورت این است که طرفین یک تعدیل نسبی در مواضع اعلام شده خودشون رو انجام بدن، چه در صورتی که هر یک روی اون موضع قبلی خودشون ایستادگی بکنن من فکر نمی کنم راه به جایی ببرد. البته در همین مذاکرات که پایان پیدا کرد ظاهرا وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف برام بود که اگر به یک تفاهمی در مورد تبدیل غنی شدن اورانیوم انجام بگیره تحریم ها هم باید لغو، ولی خب منوط به این بود که موضوع اول مورد توافق طرفین قرار بگیره و فرایند اون احتمالاً لغو تحریم ها خواهد، ولی اینطوری که ظاهراً قرائن و شواهد از اخباری که منتشر شده داله بر این است که به یک امکان تفاهمی منتهی نشده و بنابراین یک خبر خوشی نیست علل اصول، در صورتی که اگر توافق کرده باشن که این مذاکرات دیگری هم باید در پیش باشه یک امیدکی هست که به صورت مسالمت آمیز این مسئله که چندین سال گریبانگیر ایران از یک طرف و اعضای دائمی شورای امنیت به آلمان رو گرفته پایان پیدا بکنه. در هر حال عدم نیل به یک تفاهم و توافق پیامدهای نگران آقای میلانی، شنیدی صحبت آقای باوند رو؟ پرسشی که من دارم این که حالا بحث تعدیل نسبی مواضع دو طرف هست و اینکه چرا تحریم ها در واقع نباید لغو بشه علت مخالفت، ولی سوالی که اینجا مفهومم خیلی مهمه این که آیا به درازا کشیده شدن این مذاکرات هدفش در واقع شاید این باشه از سوی نیروهای در درون جمهوری اسلامی که ارزش استراتژیک ایران رو بالا ببرن، مثل اون اتفاقی که در مورد پاکستان در واقع در منطقه رخ داده، آمریکا قبل ناچارن فارغ از اون چه که میگذره در پاکستان از برنامه اتبری حفاظت از برنامه اتمی پاکستان هر بهایی رو بپردازن؟ ببینید من فکر میکنم استراتژی اینها در بدرازا کشندن این مذاکرات خیلی به گمان من هدفش روشنه. در یک سخنرانی بسیار مهم آقای دکتر روحانی ایشون این مسئله رو تشریح کردن خیلی به صراحت و اون سخنرانی چاپ شد، گفتن ما داریم سعی میکنیم همینطوری که آقای دکتر نفیسی هم اشاره کردن، گفتن ما داریم سعی میکنیم یه برنامه کره شمالی انجام بدیم، یعنی دنیا رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدیم، که بعد البته وقتی که لیبی تصمیم گرفت لانگو بیاندازه اطلاعات بسیار دقیقی از شبکه ایکوکان به آمریکا داد، آمریکا از اون طریق تونست بسیاری از این برنامه‌هایی که ایران داشته و پنهان کرده بوده شناسایی بکنه. یعنی برنامه اینها خیلی روشن بود، برنامه اینها این بود که واقعیت روی در واقع واقعیت در ایران اجرا ایجاد بکنن و بعد بر اساس اون واقعیت مذاکره بکنن و در این حد از لحاظ تاکتیکی موفق بودن. مسئله اینه که به چه بها و پیامد استراتژیکش چیه. تشکر میکنم، وقت برامون کوتاه. آقای نفیسی نظر شما رو در این باره بشنویم. فرصت خیلی کوتاه. تنها موردی که میشه گفت این است که چرا ایران میخواد اینقدر وقت بخره، نظر جامعه جهانی این است که به لحاظ این که میخواد تولید بمب اتمی یا آمادگی برای ساختن بمب اتمی داشته باشه. اینجا فقط من نمیخواستم اضافه کنم. تشکر میکنم از شما آقای دکتر رسول نفیسی و آقای دکتر عباس میلانی برای شرکت در این برنامه افق. خب فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. بهترین پاسخ به سوال امروز رو فردا بر روی تخت سیاه افق خواهید دید. پاسخ سوال هفته گذشته رو هم علی نوشته که اول باید با فرهنگ سازی اخلاق در میان مردم نهادینه شود، بعد با دموکراسی یک حکومت اخلاقی از دل جامعه بیرون میآید. این پرسش به این بود در مورد این بود که چطور میتوان در ایران حکومتی اخلاقی داشت. هر شک مهمان برنامه فردای ما هم آقای دکتر بورقان نظامی استاد اقتصاد دانشگاه رایس و آقای دکتر حسن منصور استاد اقتصاد دانشکده آمریکایی اقتصاد و تجارت از لندن هستند. موضوع برنامه طرح دولت احمدی نژاد برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است. تا فردا و افقی دیگر. هشت و پانزده دقیقه به وقت تهران، از دوشنبه تا پنجشنبه به افق نگاه کنید. افق بر روی وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک قابل مشاهده است.
برای پیوستن به فیسبوک افق و آگاهی از موضوعات برنامه و مهمانان پیش از دیدن برنامه بر روی لایک کلیک کنید. اگر می‌خواهید پاسخ شما به پرسش برنامه روی تخت سیاه افق منعکس شود، به فیسبوک افق بروید یا ایمیل بزنید. در وبلاگ افق خواندنی‌های بسیاری خواهید یافت. آرشیو افق در یوتیوب در دو نشانی قابل مشاهده است. به افق نگاه کنید.